السلام علیکم بینندگان عزیز. السلام علیکم مخلصان شبکه استو صدا و سیمای سمرقند. ما تصمیم گرفتیم در شبکه خود برنامه نوی را تشکیل کنیم. برنامه نوی ما گذری من نام دارد و درباره گذرهای سمرقند معلومات می دهد. و برنامه اولین ما از گذری سازنگران آماده کرده شده است. مرحمت. طوری که به همگان عیان است، تا زمانی تشکیل محله‌ها نسبت یک مکان معین مخفوم گذر استفاده می‌شد. گذری سازنگران یکی از مسکن‌های قدیمترین شهر سمرقند به حساب رفته، در حدود به میدان ریگستان نزدیک جایگیر است. درباره آن در منبع‌های تاریخی از قبیل یادداشت‌های سفیر اسپانیا در ماوراءالنهر گونزالس کوالیخو، اثر تاریخی بابرنامه، بدایع الوقایع زین الدین واصفی و یک قطار اثرهای دیگر معلومات های جالب آورده شدند. حتی در سال 1450 با فرمان حاکم آن وقتی سمرقند احمد حاجی بیگ و با کمک بی واسطه حضرت خواجه احرار در سوزنگران مدرسه دو قبته ساخته شده است که این معلومات را اکادمیک ها واحد عبداللایف و باطرخان ولی خجایف نیز تصدیق نمودند و بعدتر علی شیرنوایی نیز به این مدرسه توجه خاص ظاهر نموده است، چون این آمده است در منبع ها. ما آید تاریخی سوزنگران از پیران سالانی گذر پرسان شدیم. این سوزنگران با من وقتی که مکتب 22 میخواندم، همه از 4 5م کلاس تا 7م کلاس هم چه خواندگی. سال 58 سال بود اومده با من هم چه. همین قدر سال بود من هم چه زندگی میکنم. اینجا با کاسپوی سوزن میساختگاه بودگی. از بچه‌ها این کسی نامشون سوزنگران گذر سوزنگران موندگی. ساکنان سازنگران با آن میفخرند که در اینجا عالمان و فاضلان مشهور از قبیل علی قشچی، میرزا بخاری، سید کمال زردوزی سمرقندی و امثال اینها زندگی و فعالیت نمودند. پدرام و بابام و ماما چقدر نقل کردگی باشن، ما هم حرکت میکنیم که از دونستگی ما، از شوندگی ما، از دیدگی ما، فرزندان ما گیم هم گپا. 3700 خلق آفزه داریم، 3700 خلق هم هست، 560 560 خاندان هستند. دیتصد من همینجا هست، دیتصد سوزنگران مکتب میانه هست. کدومی که همون مکتب ما خودم هم خوندیم، خودم هم مکتب تمام کردیم. طوری که در منبع‌های تاریخی آمده شده است، در سوزنگران نمایندگانی کسب و کارهای گوناگون، هنرمندان مشهوری زمان خود مانند صندوقساز ابراهیم جرأت، سوزنگرها میرزا علی مستی، استادهای گیلکار، دورتگران، قصابان، نانوایها و دیگران زندگی نمودند که این رویخط را دور و دراز دوام دادن ممکن است. امروز ها نیز در این مسکن شخصانی معروف و مشهور که فخر و افتخاری هم دیارانند نیز خیلی زیادند. این طرف سوزنگران دوگه جدا هم از زیالی اویلو بای پروفیسوری اونیورسیتو پروفیسوری دکتر ها هستند، اکادمیک ها هستند. اولادی دوامدگی اویلو هم جدا بسیار. انا مثلا اویلی سمی بویفو، غیر از این مختارفو هستند، اویلوی مختارفو، یوسفو هستند، یکی از پیشندوی پروفسوری چشم همیکس بودن. در گذری سازنگران زردوزان مشهور و با استعداد نیز در گذشتند که اولادهای امروزه آنها نیز کم و بیش با این هنر شغل میورزند. 1976 سال اویلی ما زردوزی کسما او مخته گفتن. یک چند تا شاگرد بوردگیم، دختری ما، کلینی ما، نیبرو هم این هنره گفتگی. جدا این کسم بسیار ناز، هم خانه به فایده، هم بچه که به فایده، هم خانه به شیطه کار کردن به جدا نظم شده. یکی از نام های تاریخی سازنگران خواجه نسبتدار هم بوده است، میگویند کلان سالان. الحال در اینجا با این نام مسجد هم جایگیر است. آن سال 1893 در عصر 19 برپا گردیده است. سطح عمومی آن 400 متر را تشکیل می کند. شیفتش از 9 عرش عبارت است. دیواری بنا گنجکاری کرده شده با صنعت زیبای معماری کارکرد گردیده است. مسجد ما تا 30 سالای هم وقت کار میکردگی نماز میخوندگی سانی 30 سال با اینجا با محکم شدگی سانی سکلت شدگی اخیران یه وقت ما هم میدونستگی ما پاشت شدگی سانی 1989 سال اینجا سانی که شدگی با از دیگر پیمال نماز با نماز جمعه میخوندگی شده رخصت دادگی ده دوتا کلان نماز میخوندگی جای دو تا حجران این داملای حجرشون و نمیدین ایوان هم هست یک تا انا می اورا تارت خونه
همه شرایط حاضر زمان را طلب میکدگی طلب جواب میدگی نه سمیش. البته بعد از استقلالیت ملی در ازبکستان عزیز ما به گذرها اعتباری مخصوص داده شده، نفوذ آنها به درجه ارگان خود اداره کنی دولتی برداشته شده، زیر مفهوم محله بهترین قدریت های ملی و بشردوستی سرجمع کرده شدند. در سوزنگران نیز نمایندگان ملت های گوناگون اهلانه عمر به سر میبرند و برای آینده گلگل شکوفانی ازبکستان سهم گذاری میکنند.